یک کارگاه دیگه از ادامه میدم. خیلی خوش آمدید رفقای نازنینم، امیدوارم که در دو هفته گذشته از جسم و روحتون هر گونه بیماری به دور بوده باشه و آماده باشید برای اینکه انشالله دقایقی با همدیگه گپ بزنیم، حالمون بهتر بشه، انرژی کسب بکنیم و بتونیم دو هفته آینده رو پرقدرت با همدیگه ادامه بدیم. خیلی خوش آمدید. چتروم رو هم برای من باز کنید، یه گپی با رفقای نازنینم بزنم، یه خورده ازشون انرژی بگیرم، یه خورده حال خوب و آرامش ازشون بگیرم تا با همدیگه بتونیم یک بحث خوب رو داشته باشیم. سلام رفقای نازنینم، سلام 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 سلام. الهی قربونتون برم، من خیلی خوش آمدید. مرسی از محبت شما، عزیزید برای من. خیلی خوش آمدید رفقای نازنینم، خانواده خوشبخت. افتخار اینو دارم که عضوی از این خانواده باشم. خیلی خوش آمدید، خدا رو شکر اله جان، خیلی خوش آمدید. مرسی حوری جان، ممنونم از محبت شما. ای جانم، مرسی زهرا جان. آره آره دیدار، خیلی پیشنهاد خوبیه دیدار جان. دیدار گفته بود میخواین شهرامون رو بگیم؟ آره جذابه برا همه بچه ها، لطفا اسم شهراشون رو بنویسن ببینیم آرایش مکانی امروزمون چجوریه. به به، به به، بسیار عالی. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی خوب. الهی قربونتون برم. آخیش. خب عرضم به حضورتون که امروز راجع به چند تا نکته خیلی مهم میخوام باهاتون صحبت بکنم، چه بچه هایی که عضو طرح مشاوره TNT هستن، چه بچه هایی که نه رفقای پشت رویایی من هستن و همه تو یک نقطه مشترکید، اونم این که همه عضو خانواده خوشبخت هستید. امروز میخوام راجع به یک موضوع خیلی مهم باهاتون گپ بزنم. چند تا موضوع؟ اولین موضوع یک موضوع روانشناختی و خیلی مهم هست. رفقا میدونید چرا ما نمیتونیم تو زندگیمون پیشرفت بکنیم؟ چرا ما نمیتونیم تو زندگیمون تغییر ایجاد بکنیم؟ چرا ما نمیتونیم تو زندگیمون رو به جلو حرکت کنیم بعضی موقع ها؟ خیلی من به این موضوع فکر میکنم، چون اصلا یه چیزی فراتر از درسه، فقط درس نیست، فراتر از درسه، بحث زندگیه. چرا ما نمیتونیم رو به جلو حرکت کنیم؟ چرا ما نمیتونیم خیلی وقتا کاری رو که میدونیم درسته انجام بدیم؟ چرا ما نمیتونیم خیلی وقتا تغییری رو که میدونیم به نفعمونه به وجود بیاریم؟ چرا خیلی وقتا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم؟ یه علت خیلی مهم داره، خیلی مهم. ما بعضی موقع ها جرأت فراموش کردن و جرأت
ساختن از نو رو نداری. و این چیزیه که میتونه مبتلا به زندگی هممون باشه، تو لحظه های مختلف، تو عرصه های مختلف. ما جرأت رها کردن نداریم، جرأت به دست آوردن چیزهای جدید رو نداریم. و این مسئله است که در اکثر مواقع ما رو دور میکنه از ایجاد تغییرات مثبت در زندگیمون، از سطحی ترین تا عمیق ترین. ما میدونیم زیاد خوابیدن عادت غلطیه، ولی جرأت رها کردن وضع سابق رو نداریم، لذا نمیتونیم تغییرات مثبت و اتفاقهای جدید رو در زندگیمون به وجود بیاریم. ما میدونیم این مدل درس خوندنمون غلطه، ولی جرأت رها کردن وضع سابق رو نداریم، بر همین نمیتونیم اتفاقهای جدید رو به وجود بیاریم. ما میدونیم حضور یک فرد در زندگیمون غلطه، ولی جرأت فراموش کردن خاطرات رو نداریم، برای همین نمیتونیم اتفاقهای جدید رو در زندگیمون رقم بزنیم. اینه رفقای نازنین، ما پر از عادات غلطیم و میدونیم که نیاز به تغییر داریم، میدونیم که اتفاقهای زیادی که برامون میفته باید تغییر بکنن، ولی چون جرأت پذیرش رو نداریم نمیتونیم در خودمون تغییر به وجود بیاریم. این خیلی مسئله مهمی عزیزای دل من، و من دوست دارم امروز در باب جرأت پذیرش باهاتون صحبت بکنم. رفقا، تا نپذیریم که تصمیممون اشتباه بوده، تا نپذیریم که یک عادت اشتباه داریم، تا نپذیریم که یک رفتار غلط داریم، نمیتونیم خودمون رو برای عادات جدید، رفتارهای جدید و اتفاقهای جدید آماده بکنیم. من امروز دوست دارم با شما از جرأت پذیرش صحبت بکنم. رفقای پشت رویای من، یک نقطه و یک به قول معروف اتفاق بین همه شما مشترکه. یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، ده سال، اون اتفاقی که دلتون میخواسته براتون نیفتاده. اولین قدم برای اینکه بتونید امسال اون اتفاقی که دلتون میخواد رو به وجود بیارید، اینی که جرأت بکنید بپذیرید رفتارهای غلطتون رو، جرأت بکنید بپذیرید اتفاقهای نادرستتون رو، جرأت بکنید بپذیرید تصمیمات غلطتون رو در گذشته. اگر بپذیرید، قطع به یقین میتونید آیندتون رو متفاوت بسازید. اما اگر نپذیرید، اتفاقی که میفته اینه که خاطرات غلط گذشته هی در آینده تکرار میشه و هی شمایید و آیندهی که شبیه به گذشتتونه. رفقا، اگر دلتون میخواد نتیجه متفاوتی بگیرید، باید رفتارهاتون رو متفاوت بکنید. اگر دلتون میخواد آیندتون با گذشتتون متفاوت باشه، باید در زمان امروز جرأت بکنید و تصمیماتی بگیرید که میتونید، میدونید درسته، ولی جرأت گرفتنش رو ندارید. من امروز میخوام شما رو دعوت بکنم به گرفتن تصمیمات درست،
که سختن. من امروز میخوام شما رو دعوت بکنم به اتخاذ تدابیر درست که سختن. من دوست دارم امروز یک نقطه عطفی براتون باشه، همونی که همیشه میگم، دوست دارم در تقویم زندگی شما امروز روز هجرتتون باشه. و هجرت یعنی گرفته شدن تصمیمات درست ولی سخت. هجرت یعنی اتخاذ تدابیر منطقی اما نفسگیر. من دلم میخواد امروز روز رها کردن عادتهای غلط باشه و دلم میخواد امروز برای شما روز مواجهه با تصمیمات درست باشه. من دلم میخواد امروز برای شما روز هجرت از من سابق به من لاحق باشه. لاحق یعنی آینده. من همچین چیز رو از شما میخوام عزیزای دل من. دوست دارم که وقتی وعده ها به گذشتتون نگاه میکنید بگید یه جمعه ای بود اواخر بهمن، هیچ فرقی با ایام دیگه نداشت، هیچ فرقی با جمعه های دیگه نداشت الا یه چیزی. حوالی ساعت 1:52 به یک بار من تصمیم گرفتم یک سری عادات غلطم رو که جرأت دور انداختنشون رو ندارم کنار بذارم. به یک بار من تصمیم گرفتم یک سری اتفاقهای غلط رو که شهامت اعتراف بهشون رو ندارم که دیگه انجام ندم. جمعه 22 بهمن رأس ساعت 1:52 بدون دلیل من میخوام نقطه عطفی باشه تو زندگی شما. بدون دلیل دلم میخواد بعدها از این ثانیه و دقیقه و ساعت و روز و ماه و سال یاد بکنید به عنوان مبدأ تغییرتون. من دلم میخواد سرنوشتتون رو متفاوت کنید با تصمیمی که امروز میگیرید که متفاوت رفتار بکنید. من این رو دلم میخواد. یه زحمت بکشید، یه برگ کاغذ، یه برگ کاغذ و یه خودکار برای خودتون بیارید همین الان لطفا. یه برگ کاغذ و یه خودکار همین الان لطفا برای خودتون بیارید همین الان.
بسیار عالی عزیزای دل من. حالا کاری که میخوام انجام بدید این خواهد بود. دلم میخواد لیست بکنید چند اتفاقی که تا قبل از امروز در زندگیتون میافتاده و از امروز به بعد با وجود اینکه سخت هستش ولی رها خواهد شد. دلم میخواد همین الان لیست بکنید تغییرات سختی که امروز باید تو زندگیتون به وجود بیارید. سه تا هم بیشتر نمیخوام، فقط سه تا. فقط سه تا. سه تغییر بزرگ که امروز باید تو زندگیتون به وجود بیاد با وجود اینکه خیلی زیاد به وجود اومدنشون سخت. بهت زمان میدم برای نوشتنش، ولی وقتی نوشتی فقط برای من بنویس انجام شد. همین فقط. ببین اتفاق رو بگو، اتفاق رو بگو، نگو مثلا تنبلی نکنم، اتفاق رو بگو. بگو این، دقیقا این. الان به منم نمیخواد بگی ها، اصلا به من نمیخواد بگی. فقط وقتی ستا رو نوشتی بگو انجام شد، خیال من راحت بشه. و این کاغذ رو باید پیش خودت به امانت نگه داری. به به، به به. منم تو نوت گوشی می نویسم. منم می نویسم. بسیار عالی. من همین ثانیه و ساعت رو ثبت کردم تا انشالله بتونه اتفاقهای خوب رو براتون رقم بزنه. بسیار خوب. اما بریم سراغ کار تکنیکالی مطالعاتی. ببینید رفقای نازنین، بیاین برهی از زمان رو که الان در اون قرار داریم بررسی کنیم. ما
در یک بازه زمانی 140 روزه تقریبا تا کنکور قرار داریم. دقیقش رو بخوایم فکر میکنم 143 روز. بزرگترین سوالی که نه تو این زمان، تو هر زمان دیگه‌ای شما از من خواهید داشت، بزرگترین سوال، آقا از امروز به بعد زمان کافی هست برای اینکه بتونیم اتفاقهای خوب رو رقم بزنیم یا نه؟ بزرگترین سواله، مهمترین سواله، سوالی که از جنس امیده. جواب من خیلی سخت، ولی سخت به معنای غیر ممکن نیستش. خیلی سخته، ولی سخت به معنای غیر ممکن نیستش. سخته؟ بله، ولی غیر ممکن نیستش. اصلا واژه سخت یه اتفاق مثبت توشه. تا حالا به این فکر کردید؟ وقتی میگیم یه چیزی سخته، یعنی در دایره ممکناته، یعنی ممکنه ولی سخت. یعنی من فکر میکنم ما اصلا یه جایی قضیه رو اشتباه میریم. وقتی بهمون میگن انجام یه کاری سخته ناراحت میشیم، اتفاقا باید خوشحال بشیم. وقتی بهمون میگن انجام یه کاری سخته، اتفاقا باید خوشحال بشیم. چرا؟ چون یعنی ممکنه. آسون، متوسط، سخت، اینا لیولای مختلف ممکن بودنه دیگه. وقتی بهمون میگن یه کاری سخته، یعنی ممکنه ولی سخته. خب این باید خوشحال بشیم، همین که ممکنه باید خوشحال بشیم. آقا 143 روز مونده تا کنکور، آیا این ممکنه؟ سخت، پس یعنی ممکنه. نکته دوم، یعنی الان من میتونم همه یه درسام رو حتی اگر صفر باشم جمع بکنم و برای کنکور اتفاق مثبتی رو رقم بزنم؟ نه، نمیتونی. ای آقا، شما یه طرف میگی ممکنه، از یه طرف میگی نمیتونی همه یه درسا رو جمع بکنی. من نگفتم همه یه درسا رو نمیتونی به کیفیت 100% جمع کنی، گفتم همه مطالب رو نمیتونی به کیفیت 100% جمع بکنی. خب آقا این که یعنی من موفق نمیشم؟ یعنی تو فکر میکنی همه اون کسایی که توی کنکور رتبه میارن، حتی رتبه‌های یک رقمی، همه مباحثشون رو در حد 100% جمع کردن؟ نه. شما سالی رو به من نشون بده که نفر یکی کنکور همه درسشو 100 زده باشه. سالیو به من نشون بده که نفر یکی کنکور همه درصدهاشو 100 زده باشه. اصلا چیزی امکان نداره. کی گفته شما باید همه مباحث رو در حد 100 ببندید که بتونید برید تو کنکور و رتبه بیارید؟ کی این حرفو زده؟ شما باید درصدهای بالا داشته باشید، و درصدهای بالا به این معنا نیستش که همه درس 100 باشه. آقا یعنی شما الان دارید میگید بین توی دروس مختلف، بین مباحث مختلفشون، من باید یک سریشو انتخاب بکنم، در زمان باقی مونده اونها رو در بالاترین حد ممکن بیارم بالا تا بتونم اتفاقهای درست رو رقم بزنم؟ آره عزیزم، دقیقا دارم همینو میگم. آقا میشه یه کتابو حذف بکنیم؟ نه نمیشه. آقا خب اوکی، من یه کتاب رو حذف میکنیم به جاش یه کتاب دیگر رو خیلی جوندار میخونیم؟ نه نمیشه. اگه یهو اونی که خیلی جوندار خوندی مثل ریاضی پارسال بشه، اون وقت میخوای چیکار کنی؟ ها؟ اون وقت میخوای چیکار کنی؟ میدونی پارسال کیا تو کنکور صدمه دیدن؟ اونایی که درسای دیگرشون رو به هوای ریاضی رها کرده بودن، اونا صدمه دیدن. وگرنه بچه هایی که همه درس‌ها رو خونده بودن، ریاضی سخت بود، برای همه سخت بود، اونا هم این خیالشون نبود. چرا؟ چون درصدشون پایین بود ولی ترازشون بالا بود. اونایی اذیت شده بودن که پیش خودشون گفته بودن خب مثلا تو انسانی من
فلسفه منطق رو نمیخونم، به جاش ریاضیم. مثلا توی رشته ریاضی تجربی مثلا گفته بودن، من حالا چه خود ریاضی چه تجربی، مثلا گفته بودن آقا من مثلا شیمیمو نمیخونم، به جاش ریاضیمو میخونم. اونا لطمه دیدن. پس من به شما اجازه نمیدم یک درس رو حذف بکنید به هوای یک درس دیگه، نه. ولی تو دل یک درس بهت اجازه میدم مثلا در قیاس بین مباحث مختلف مباحثی رو انتخاب بکنی که میتونی توش عملکرد مثبت‌تری داشته باشی، اونها رو ببری جلو و تو هر درس این مدلی عملکرد معقولی داشته باشید. پس در یک کلام، موفقیت در کنکور از امروز به بعد ممکنه؟ بله ممکنه. همه مطالب رو میتونم جمع بکنم؟ لازم نیست همه مطالب رو جمع بکنی. اون مطالبی که بخوام جمع بکنم، اگر خیلی خوشگل جمع بکنم، من میتونم رتبه قشنگ بیارم؟ معلومه که میتونی. پس یک کلام، از امروز به بعد برنده ماراتون کنکور کسایی هست که هوشمندانه درس بخونن. هوشمندانه یعنی چی؟ یعنی دایره توانایی ها و دایره ناتوانی های خودشون رو درست رسم میکنن و روی توانایی های خودشون سرمایه گذاری میکنن. مباحثی که میتونن از پسش بر بیان و مباحثی که دیگه وقتش نیست به هر دلیلی پیدا میکنن و مباحثی که میتونن از پسش بر بیان رو سرمایه گذاری خوب روش میکنن تا اتفاق خوب رو برای خودشون رقم بزنن. یه سری درس هستش که آقا اگه تا به امروز هم صفر باشم میتونم اتفاقای خوب رو رقم بزنم، مثلا مثل عربی، مثلا مثل دین و زندگی. آره، شما نکته و تست عربی یا نکته و تست دین و زندگی رو شرکت میکنید، حتی اگر صفر باشید توی کنکور میتونید به صد فکر کنید. باشه، ولی ممکنه الان زمان برای متنخانی زبان نباشه. مثلا یعنی ممکنه که زبانت انقدر ضعیف باشه که دیگه نتونی بری سراغ کلوز و پسیج و موارد این چنینی. اینجا چارش این نیست که کل زبان رو بذاری کنار. ها؟ اینجا چارش این نیست. اینجا چارش اینه که شما اون مبحث، اون استایل تست که فکر میکنی از پسش بر نمیای، اون رو توی دایره ناتوانی ها بذاری، از خودت دورش بکنی، وقت بذاری برای بقیه سبک تست اون درس. مثلا توی زبان وقت تو اختصاص بدی به گرامر، وقت تو اختصاص بدی به واژگان و بگی آقا من برای زبان همین رو کار میکنم. ها؟ یا مثلا ادبیات، آقا ما چیزی به نام ادبیات فارسی نداریم، آرایه داریم، دستور داریم، قرابت داریم، لغت و املا داریم. ها؟ تو نباید بگی من ادبیات فارسیم خوب نیست. تو باید بگی کدوم یکی از این مباحثت خوب نیست. این یعنی هوشمندانه. تو نمیتونی بگی من فارسیم خوب نیست. بگو کجای فارسیت خوب نیست. آرایت خوب نیست، دستورت خوب نیست، لغت و املات خوب نیست، قرابتت خوب نیست، کدوم خوب نیست. بعد اون وقت یک استراتژیست به تو میگه که به نظر من الان این رو بذار کنار، وقتشو به جاش بذار برای این. این مدل دو خوبی داره. یک، الان مدیریت زمان در هنگام مطالعه برات به وجود میاد، زمانت بازتر میشه و میتونی اختصاص بدی به موضوعایی که میتونی روش نتیجه بگیری. دو، سر جلسه کنکور زمانت برای تست زدن بیشتر میشه. مثلا تو همون مثالی که گفتم، آقا دانش آموزی که زبانش خیلی ضعیفه پیش خودش میگه آقا من میخوام کلوز و پسیج رو بذارم کنار. ها؟ پیش خودش اینو میگه. خیلی خوب، تایمی که برای اون بعد اختصاص بده رو مثلا میذاره روی تستای قرابت، مثلا میذاره توی تستای ترجمه عربیش. یعنی هم الان مدیریت زمان براتون به وجود میاد، هم اون موقع مدیریت زمان براتون به وجود میاد. هوشمندانه درس خوندن این خوبی رو براتون داره. پس من توصیه‌ای که بهتون میکنم، یک،
بدونید رتبه آوردن از اینجا به بعد خیلی سخته و از این موضوع خوشحال بشید. خدا رو شکر که سخته، چون سخته یعنی ممکنه. دو، تمام تلاشتون رو بکنید برای اینکه مباحث مختلف رو انتخاب بکنید، کدوما رو بخونید کدوما رو نخونید. اونایی که میخواییم بخونید رو پرقدرت ببرید جلو. ولی یه چیزی رو یادتون باشه، وقتی میخواین انتخاب مبحث بکنید، یه جوری انتخاب بکنید که تو هر درس 70% تستای کنکورش رو پوشش بده. اینو یادتون نره. یعنی ندانی یه جوری انتخاب بکنید که مثلا بیای ببینی اتفاق لازم نیفتاده. 70% تستای کنکوریش رو پوشش بده. یعنی تا 30% تستای اون درس رو حذف بکنید، بقیهش رو ببرید جلو. بذارید مثلا یه مثال بزنم از رشته انسانی براتون. تاریخ و جغرافیا رو هم دیگه 30 تا سوال داره. هر درس یعنی تاریخ جغرافیا 15 تا. هر کدوم 3 تا کتابه. میانگین هر کتاب 5 تا سوال داره. درست میگم؟ حالا شما در واقع میتونی بگی آقا هر تستش 3% داره. خب پس یعنی اگر 2 تا کتاب رو حذف بکنی، بازم 70% شانس موفقیت داری. دروس سال 12 که باید بخونی، چون امتحان نهایی داری. پس بیا از پایه 2 تا رو حذف بکن، ولی بازم آمادگی 70% خودت رو میتونی داشته باشی. تموم شد رفت. این یعنی هوشمندانه درس خوندن. متوجه ارزم میشی؟ دونه به دونه یه درساتون، آقا من توی ریاضی مشتق و کاربرد مشتق، توی فیزیک مثلا موج و نوسان، توی شیمی اسید و باز، اینا رو خیلی مسلطم. چند تا تست داره، با استاد شیمی صحبت میکنی، مشورت میکنی، میگه مثلا اینا آتا حساب میکنه، میاری یه مبحث دیگه روش، میاری یه مبحث دیگه روش. به چقدر رسیدی؟ به لول 70 رسیدی. تمام، حالا روی اینا سرمایه گذاری میکنی. این یعنی هوشمندانه درس خوندن. پس جمع‌بندی نکته شماره 2: 1. سخته، خدا رو شکر چون ممکنه. 2. هوشمندانه درس میخونم. از اینجا به بعد رو 70% منابع مطالعاتیم تمرکز میکنم، ولی اون 70% خیلی خوشگل میخونمش. این دومین نکته‌ای بود که دلم میخواست امروز بهتون بگم. پایان بخش نکته شماره 2 یه جمله است که دلم میخواد همتون بنویسید: خدا رو شکر که سخته چون ممکنه. اینو دلم میخواد همتون بنویسید. خدا رو شکر که سخته چون ممکنه. ای جانم، همه دوست دارم بنویسید.
آخش. خیلی خوب. نکته شماره 3. نکته و تستا. بچه شرکت تو نکته و تست در هر درسی یک فرمول واحد داره. یعنی اصلا اینکه آقا ما نکته و تست شرکت بکنیم یا نکنیم سوال پیچیده‌ای نیست. اگر کمکاری های گذشتتون به نحوی بوده که دیگه امکانه همون مسیر ادامه دادنش در آینده وجود نداره، شما توصیه میشه بهتون که نکته و تست شرکت کنید. یه نوت واحد وجود داره، واقعا یه نوت واحد وجود داره، واقعا یک نوت واحد وجود داره. آقا من یه مسیری رو قبلا برای یک درسی انتخاب کردم. خب سوال من الان اینه، اون مسیر رو چجوری اومدی؟ چقدر تکالیف مربوط به اون مسیرت رو انجام دادی؟ چقدر کارهایی که باید میکردی در اون مسیرت رو انجام دادی؟ چقدر به اون ثانیه هایی که در اون مسیر بودی مؤمن بودی؟ آقا من خیلی ندیده دارم، آقا من خیلی کم تلاش کردم، آقا من رسوندم ولی تست نزدم. همه اینها به یک چیز ختم میشه، تو الان نیاز به یک مسیر جدید داری. خب آقا چرا تو برنامه هم نمیذاری که آفلاین هم روز اول ببینم؟ خیلی خوب، 40 تا آفلاین داری، باش 40 تا آفلاین رو بشین ببین چه اتفاقی میفته. 120 روز دیگه میتونی تموم کنی در بهترین حالت ممکن. خب پس دیگه کی میخوای دوره کنی؟ کی میخوای تورق کنی؟ کی میخوای بمبارون تستی بکنی؟ کی میخوای به گذشته رجوع بکنی؟ کی میخوای این کارا رو بکنی؟ کتاب اگه اشتباه نکنم هنر شفاف اندیشیدن، اگه اشتباه نکنم، یه میاد تله های مختلف انسان رو میگه. یکی از تله هاش اینه، میگه یکی از کارهای غلطی که انسان‌ها انجام میدن این هستش که چون یه مسیری رو غلط طی کردن و نمیخوان اعتراف بکنن به اینکه مسیر رو غلط طی کردن، همون مسیر غلط رو تا انتها میرن. میگه یکی از تله‌های آدم هاست. ما باید بدونیم خروج از یک مسیر غلط هر وقت که اتفاق بیفته یک اتفاق مثبت و درسته. ما بعد این رو بدونیم، خروج از یک مسیر غلط هر وقت که اتفاق بیفته یک اتفاق مثبت و درسته. هر وقت که اتفاق بیفته، شما تا به امروز عملکرد مثبتی در کلاس جامعه نداشتی، مشکل از کلاس نیست، مشکل از استاد نیست، مشکل از تو بوده. آفلاین زیاد داری، تنبلی کردی، کمکاری کردی. حالا الان تو نباید بگی خب پس برای اینکه من به همه ثابت بکنم نه کلاس جامعه‌ام اشتباه نبوده، پس الان خب تو با این کاری که داری میکنی اونم داری گم میزنی توش. اگر خیلی عقب موندگی داری، زمان برای جبران عقب موندگی به اون سبک نیست، یک سبک جدیدی باید برای شما مطرح بشه. این اهمیت داره، یک سبک جدیدی باید برای شما مطرح بشه. زمان برای جبران عقب ماندگی ها به اون سبک نیست. سبک جدیدی، گویش جدیدی، مدل جدیدی باید براتون مطرح بشه. لذا نکته و تست به درد هر کسی میخوره که تا به امروز عملکرد مثبت رو نداشته و میخواد جبران بکنه گذشته رو. این میتونه برای نکته و تستش جذاب باشه. پس یادت باش، اینم یک کلام برای همه گفتم، این میتونه برای نکته و تست، یعنی نوتیه که برای نکته و تست وجود داره. نکته چهارم امروز، آقا این آزمون‌های آزمایشی یه بار برای همیشه بیایم قالب کنیم بچه ها.
یک بار برای همیشه بیایم قال رو بکنیم. آقا آزمون‌های آزمایشی، ها آزمون‌های آزمایشی نقششون چیه؟ من اینو نمیفهمم. میشه اصلا برام بنویسید؟ ها آقا آزمون‌های آزمایشی نقششون چیه؟ اگر تو یه جمله بنویسید که شما برای چی آزمون آزمایشی شرکت میکنید چی میگید؟ میشه تو یه جمله برام بنویسید؟ دارم میخونم چیزایی که میگید رو. یه سال آیا تراز شما در آزمون‌های آزمایشی یقیناً با رتبه کنکورتون یکی خواهد بود؟ ها؟ ترازتون در آزمون‌های آزمایشی با رتبه کنکورتون یکی خواهد بود؟ خیلی خوب بچه ها، ما آزمون آزمایشی میدیم که ضعف هامون رو پیدا بکنیم. آزمون آزمایشی نمیدیم که نقاط قوتمون رو به رخ بقیه بکشیم. خیلی جمله مهمیه ها، خیلی جمله مهمیه. هدف از آزمون آزمایشی فهمیدن نقاط ضعف نمایش نقاط قوت نیستش عزیزای دلم. این خیلی جمله مهمیه. ما آزمون آزمایشی نمیدیم که به بقیه رقبامون به قول معروف چی میگن ابراز قدرت بکنیم. ما آزمون آزمایشی میدیم که خودمون نقاط ضعفمون رو بفهمیم که روز کنکور قدرت نمایی کنیم. یعنی آزمونهای آزمایشی مقدمه‌ای برای قدرت نمایی تو روز کنکوره. آزمون‌های آزمایشی مقدمه‌ای برای یه اتفاق مثبت تو روز کنکوره. آزمون‌های آزمایشی ابزاری برای قدرت نمایی نیست اصلا. ولی متاسفانه برعکس شده. شما از درصدهای بدتون زمانی که حتی خودتون هم مقصرش نیستید میترسید تو آزمون‌های آزمایشی. زمانی که خودتون مقصرش نیستید چرا باید این اتفاق بیفته؟ تو میترسی درصدت پایین باشه، حتی اگر میدونی استاد درس نداده چرا باید اینطوری باشه؟ تو میدونی که الان به صلاحت نیست که تو یه درس خاصی با اون بودجه بندی پیش بری، ولی برای اینکه سرزنش نشی از قصد میخوای اونو بخونی. چرا این اتفاق باید بیفته؟ چون پول دادی؟ بیخیال بابا. شما مسیر درس خوندنتون رو مثلا از امروز میخواین شروع بکنید. خب وقتی از امروز مسیر مطالعاتیتون رو میخواین شروع بکنید قطع به یقین زمان میبره تا به بودجه بندی آزمونهای آزمایشیتون برسید. نمیتونی که وقتی منابع از اول تابستان شروع شده الان اینجای تو از اینجا به بعد بخوای بری جلو. خب قبلی ها چی؟ پیش نیازا چی؟ مقدمات چی؟
آزمون‌های آزمایشی کاربرد مشخص. آزمون‌های آزمایشی یعنی مدیریت احساس رو تجربه بکنیم، که اگر مثل کنکور پارسال یهو تستای ریاضی سخت بود، نیایم کنترل خودمون رو از دست بدیم. آزمون‌های آزمایشی یعنی مدیریت زمان رو تجربه بکنیم. آزمون‌های آزمایشی یعنی مدیریت فضای بیرونیمون رو تجربه بکنیم. اگر یهو دو نفر داشتن بغلمون صحبت می‌کردن، اگر یهو هوا خیلی سرد شد، هوا خیلی گرم شد، روی عملکردمون تأثیر نذاره. آزمون‌های آزمایشی یعنی اینکه اون درسی که خوندیم، بودجه بندیشو رسوندیم، تستاشو زدیم، حالمون باهاش خوبه، بریم خودمون رو رصد کنیم ببینیم توش چه ترازی میاریم. آزمون‌های آزمایشی یعنی اینا. معنی آزمون آزمایشی وحی منزل نیستش که بعضی از بچه‌ها فکر می‌کنن که آقا میانگین ترازشون در آزمون‌های آزمایشی همون ترازشون تو کنکور میشه. کی این حرفو زده؟ بی خیال بابا، کی این حرفو زده؟ شما تو آزمونای آزمایشی شرکت میکنید که خودتون رو بسنجید. شما تو آزمونای آزمایشی شرکت نمیکنید که جایگاهتون رو در جمع بسنجید. آقا فلان آزمون آزمایشی تعداد شرکت کننده‌اش خیلی زیاده، خیلی خوبه. چرا خوبه؟ اصلا تو آزمون آزمایشی تعداد شرکت کننده چه اهمیتی داره؟ تو آزمون آزمایشی تو فقط مهمی، تو جمع نه، تو برای خودت. اصلا کی گفته آزمونای آزمایشی تو جمع باید جایگاه ما رو مشخص کنه؟ من آزمون آزمایشی میدم که موقعیت خودم برای خودم مشخص بشه، که دیروزم در مقایسه با امروزم مشخص بشه، که امروزم در مقایسه با فردام مشخص بشه. من آزمون آزمایشی نمیدم که ببینم در قیاس با محمد وضعیت من چیه. من آزمون آزمایشی میدم که در قیاس با خود علی ببینم به قول معروف چی میگن، جایگاهم چجوری شده. بفهمم نسبت به گذشتم بهتر شدم یا بدتر شدم. بفهمم نسبت به گذشتم قویترم یا ضعیفترم. بفهمم که تستا رو راحتتر میزنم یا نه. بفهمم که استرسم کمتر شده یا نه. میبینی؟ پس روی کردمونو به آزمونهای آزمایشی باید تغییر بدیم. آزمون آزمایشی وسیله است، هدف کنکوره. آزمون آزمایشی دیگه. خودت بیا، نذار حال خوبت منوط بشه به عمل کرده در یه آزمون آزمایشی. نذار این اتفاق بیفته. شما دیروز آزمون آزمایشی داشتید، خیلی خوب، عمل کرده چطور بوده؟ میخوای بگی ترا؟ آقا اینا رو ول کن، تراز رو من نپرسیدم. عمل کردت، استرس داشتی یا نه؟ مدیریت احساس داشتی یا نه؟ مشکل زمانبندی داشتی یا نه؟ مباحثی که خونده بودی از پسش بر اومدی یا نه؟ اینا منظورمه، چیز دیگه ای منظورم نیست. متوجه عرضم هستید؟ پس حواست باشه، آزمون آزمایشی رو در جایگاه آزمون آزمایشی بهش دقت بکنید. اینو خیلی یادتون باشه. اینم هستید. و آخرین نکته ای که امروز میخوام بهتون بگم، یکی از بچه ها میگه محمد امین گفته خودتون رو یادم یه بار مثال زدید. آره، بذار یه بار دیگه بگم. من آخرین سنجشی که آزمون دادم زمان خودم دانش آموز بودم، یعنی کنکور 87، آخرین سنجشی که دادم رتبه با رتبه کنکورم 20 برابر فرق میکرد. این از من، یعنی 2-3 هفته مونده به کنکور نسبت به تایمی که تو کنکور 20 برابر رتبه بهتر شد. این از من. آره خوب شد گفتی عزیز دل من. این از من. بسیار عالی. و نکته آخری که دلم میخواد امروز بهتون بگم، رفقا، امان از این وسواس مطالعاتی، امان از این وسواس مطالعاتی. میدونم مبتلا به خیلیاتونه، مبتلا به خیلیاتونه، خیلیاتونه.
اگر شیوه مطالعه شیوه درستی باشه، اگر فاصله بین مطالعه و تست فاصله معقولی باشه، قطع به یقین وسواس مطالعاتی به حد اقل میرسه. چرا؟ چون آدم نتیجه زحمت خودش رو داره میبینه. وسواس مطالعاتی یعنی چی؟ وسواس مطالعاتی یعنی آقا من هی میخونم، هی فکر میکنم یاد نگرفتم، دوباره برمیگردم از اول میخونم. یا یعنی این که من میخونم اون موقعم خوب یاد میگیرم، ولی یه خورده که میگذره فکر میکنم از یادم رفته. حالا چه زمانی شما اون تایمی که داری میخونی خیالت راحته که دیگه هی بخوای بر نگردی عقب؟ زمانی که واقعا خوب بخونی، زمانی که واقعا درست بخونی، زمانی که واقعا منطقی بخونی. چه زمانی شما دیگه هی فکر نمی کنی از یادت رفته، دیگه هی لازم نیستش که دوره بکنی؟ چه زمانی؟ زمانی که تو فواصلی که از قبل مشخص بکنی دوره بکنی. این خیلی مهمه. بذار یه مثالی براتون بزنم. شما یه وقت از الان یه درسی رو خوندی و برای دوره کردنش برنامه ای نداری، یه هفته بگذره دلنگرون میشی، میگه ای نکنه یادم رفته باشه. ولی یه وقت از درس و همین الان که خوندی، از الان تو برنامه دو هفته بعدت میدونی که قراره اینو دوره کنی، تو این دو هفته دیگه اصلا نگران نمیشی. آقا خب بازم که یه هفته گذشت. آره بازم یه هفته گذشت، ولی تو نگران نیستی. چرا؟ چون درس رو ول نکردی. شما فکر کن مثلا به یکی میگی که آقا من 10 روز دیگه بهت زنگ میزنم، اون تو اون 10 روز اصلا بهش بر نمیخوره. ولی یه وقت هست به یکی میگه آقا من بهت زنگ میزنم، تلفن رو قطع میکنی، 5 روز که بگذره بهش بر میخوره. چرا؟ چون تو براش تعیین نکردی کی بهش زنگ میزنی. داستان کنکور هم همینه. داستان کنکور هم همینه. شما وقتی یک درس رو میخونی، بلا فاصله بعد از اینکه خوندی باید در تقویم اجراییت بنویسی که آقا من اینی که امروز خوندم اون روز دوره میکنم. اینطوری درسه بهش بر نمیخوره. درسه نه ها، ناخودآگاه تو بهش بر نمیخوره. ضمیر ناخودآگاه دیگه بهش بر نمیخوره. پیش خودش نمیگه ای بابا این همه زمان گذاشت یه درسی خوند، الان دلش گرد. تو چیزی رو دیگه ول نکردی. تو از الان میدونی چیزی که الان خوندی و 2 هفته دیگه باید دوره کنی، برای همین تو این 2 هفته حالت درسته. خب آقا من واقعا یعنی تو این 2 هفته یادم نمیره. چرا عزیز دلم؟ تو این 2 هفته یادت میره. چند درصد؟ احتمالا 30%، 40%. ولی این خیلی طبیعیه. دوره میکنی دوباره یادت میفته. دوباره میشه خود میگی آقا بعد دوره قرار میذاری، میگی من 3 هفته دیگه دوباره دورش میکنم. میچن خوشگل میشه؟ یعنی تو تایمای مطالعاتی تو مشتته. برای همین ضمیر ناخودآگاهت حکم بیخیال بودن بهت صادر نمیکنه. رفقا زمانی شما این توهم رو میزنید که مطلبی از یادتون رفته، که ضمیر ناخودآگاهتون حکم بیخیالی براتون صادر کنه، ضمیر ناخودآگاهتون لیبل بیخیال بودن رو بهتون بچسبونه، اون موقع است که شما فکر میکنی پیش خودت که اون موقع است. عزیزای دل من، تا زمانی که ضمیر ناخودآگاهتون این لیبل رو بهتون نچسبونده، شما وسواس مطالعاتی نمیگیرید. و چه زمانی این اتفاق نخواهد افتاد؟ زمانی این اتفاق نخواهد افتاد که شما از الان بدونی این درس در آینده چه سهمی برای شما داره. قرار کی دورش کنی؟ قرار کی تست بزنی؟ قرار کی تبرک بکنی؟ چون میدونی وسواس مطالعاتی کمتر. پس راهکاری که من برای وسواس مطالعاتی برای همه شما عزیزانم دارم اینه. عزیزای دل من، زمانی که یک درس رو میخونید، اولا اون موقع درست بخونید، با تمرکز بالا بخونید، ثانیا در ادامه بدونید که قراره کی دورش کنید. این خیلی بهتون کمک میکنه. عزیزای دل من، اینم حواستون باشه. و اما یه نکته دیگه، اینم دلم نمیاد بهتون نگم بچه، این روزا همه درگیر کرونا،
همه درگیر کرونا. من خودم کی گرفتم؟ بگم 10 روز پیش 15 روز پیش گرفتم دیگه. و همه بچه ها قطعا یه تایم یکی دو روزه به واسطه اون ابتدای کرونا نمیتونن درس بخونن. نذارید رو مختون بره. بر هم است. همه میگیریم. این در واقع گونه جدیدش چون خیلی دیالت سرماخوردگی داره همه این رو میگیریم. چند روز نمیتونی درس بخونی بعد جبران میکنی. اصلا نذار رو مخت بره. اصلا نذار رو مخت بره. و کسایی که برنامه‌شون با منه بعدش من دوباره از قبل از اون براشون برنامه‌شون رو میذارم، نگران نباشن. بچه‌هایی هم که هر مشاور بزرگوار دیگه‌ای دارن قطعاً اینو از مشاورشون بخوان و اون بزرگوار قطعاً براشون اعمال میکنه. اصلا نگران نباشید. طبیعیه. نذارو مخت بره. چیزیه که کنترلش با تو نیست. نذارو مخت بره. ریلکس، درست، بذار دوره نقاهت تموم بشه، حالت که خوب شد از همونجا به بعد دوباره میخونی. اصلا نگران خیلی خوب. آخش رفقای نازنینم، امیدوارم که نکاتی که امروز بهتون گفتم به دردتون خورده باشه و امیدوارم نکاتی که امروز بهتون گفتم، چه بحث اول که بحث روانشناختیمون بود، چه ادامه بحثامون که بحثای به قول معروف چجوری بهتون بگم تکنیکالیمون بود، بهتون چسبیده باشه و کمکتون کرده باشه که بتونید اتفاقهای عالی رو برای خودتون رقم بزنید. یادتون نره عزیزای دل من، یادتون نره. این چیزی اول. امروز روزیه که شما باید در خیلی از عادات خودتون تغییر به وجود بیارید. خوش به حال کسی که عاداتی رو انتخاب میکنه که تغییرش سخت باشه. خوش به حال اون آدم. خوش به حال اون آدم که عاداتی رو انتخاب میکنه که تغییرش براش سخت باشه. خوش به حال اون آدم. برید و پرداهاتون رو درست بسازید. کمکاری دارید میکنید تو لایوهای صبح، میفهمم. تو لایوهای صبح دارید کمکاری میکنید، من میفهمم. نکنه خواب بهتون غلبه کرده. فردا صبح 6:30 صبح میبینمتون. امشب هم یه 129 با هم میریم کنار همیم، عین یه خانواده، محکم دستمون تو دست همه، هیچ کس نتونه. یادتونه دو هفته پیش با هم دیگه یه گپی با بعضی از دوستای زردمون داشتیم؟ کوشن. این خانواده بزرگتراشو نذاشته اتفاقی و رقم بزنن. دوستان که سر جای خودشونن انشالله نشسته. بریم و پرقدرت این خونواده بودنمون رو به رخ همه بکشیم. رنگ مهم نیست، زرد یا غیر زرد، مهم ما این که سبزیم. یا علی.